ما در اسلام داریم که علمو سبیانکم السماحت و الرمایه، به فرزندانتون شنا بیاموزید، تیراندازی بیاموزید، اسب سواری بیاموزید، اونها را با فنون جنگی آشنایی کنید، ورزش و سلامتی را باید داشته باشید، همه باید این انجام بدن، همه باید کاری بکنند که این سلامتی اونها تأمین بشه. سلامتی ظاهری تأثیر بسیار مستقیمی در سلامتی روح دارد. یعنی وقتی که انسان میخواد به یاد خدا مشغول باشه، خیلی تفاوت میکند در این که در او یک نقطه رنجوری و تعلم باشه، یا اینکه نه، حالا در بعضی از اوقات که بر حسب قضا و قدر الهی انسان دچار ابتلاعات میشون یه مسئله دیگری است، خب اون هم به صلاحه. ولی اینکه انسان با حالت پکری، با حالت سستی، با حالت رخوت، با حالت سنگینی، با حالت ثقل، با حالت قبض بخواد به عبادت بپردازد یا با نشاط بپردازد، انبساط بپردازه، خیلی تفاوت میکنه در کیفیت تأثیر از کار و در کیفیت تأثیر خود عبارات و عبادات. این مسئله بسیار مسئله مهمی است. خب ما دستور ورزش و دستور صحت و سلامتی و اینها را در اسلام و در دین داریم. پیاده روی خیر ما تداویتون بهی المش، بهترین چیزی که می شود با او انسان خود را مداوا کند پیاده روی است. نسبت پیاده روی از امام صادق علیه السلام، پیغمبر، اینها همه آمده، خودشون هم می رفتن پیاده روی می کردن و الان هم امروزه هم یکی از طرق بسیار مؤثر برای دفع سموم و به حرکت درآوردن متابولیسم و پرداختن به صحت و سلامتی همین خب اینو قبلا هم گفتن دیگه، درست شد. حالا با یه کیفیت خاص و اینا دلنگ و دلونگا، اینا دیگه چیزاییست که اضافه و پیرایز. خود اصل مسئله، اصل این قضیه پیاده روی، خودش این یک چیزیست، این خودش مبنایست.